سلام به همه موزیکبازای خفن، چطور میتورین؟ خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب مستر شک. آقا میخوایم بریم سراغ 115 دایان. این آهنگ یعنی من از قبل محرم منتظرش بودم، به معنای واقعی منتظرش بودم، چون یه تیزری ازش پخش شده بود که خیلی خفن بود. البته فکر میکنم دو تا تیزر ازش پخش شد، مطمئن نیستم، اما قرار حرفای حق زیادی رو بشنویم و یه نکته داره این موزیک. نکتهش چیه؟ بریم بهتون بگم. نکته اولش اینه که باید سابسکرایب کنید تا این آهنگ براتون پخش بشه. دکمه قرمز زیر رو بزنید روش، خاکستری بشه، سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو فعال کنید. لطف کردین به ما، دمتون گرم، انرژی میدین. 115 ترنو ملودیش مثل همیشه با دایانه، اما تنظیمش با علی یاسینی. علی یاسینی آخرین آهنگی که ازش شنیدیم بهتر از منه بود که ترکون به معنای واقعی و یه مدت خیلی کمکار شده. الان امیدوارم که با این یه کامبکی داشته باشه که خودش هم بعد از این یه موزیک بده دیگه. فکر میکنم الان 6 ماه بیشتره که بهتر از من اومده، یه وقتشه که ترک جدید رو روونه یه بازار کنه که هوادارا منتظرن. و دایان، آقا دایان هیچی نگم راجبش، صداش کافیه. بریم بشنویم، بریم که قراره ما رو مهمون چی بکنه دایان عزیز. 1 2 آماده؟ هر چقدرم صبر کردم که از کانال یوتیوب خودش آپلود بشه که از اونجا بشنویم، نشد. رفتم از کانال تلگرامش دانلود کردم دیگه. میگن نه به دانلود، بعد نمیذارن آنلاین استریم کنی. برو. داد میزدم اینا رو دورتر، دلم شده سر سوزن. میگم حالم بده، میگی زنگ بزن 115 رفیق تنها. شروعش خوب بود، میگی حالم بده، میگی زنگ بزن 115. سپر خلصم یه ترک داشت 115، اونم قشنگ، اگه دوست داشتین گوش کنین. داد میزدم اینا رو دورتر، دلم شده سر سوزن. میگم حالم بده، میگی زنگ بزن 115 رفیق تنهاییام، هیچ کاری نداری بام. میزدم در و دیوار، اه چرا قهری بام، کاش من و تو با چمدون بریم. چقدر شبیه تنظیمای همیشگی علی یاسینی نیست؟ خیلی حس میکنم مینیمال تره. رو دیوار، اه چرا قهری بام، کاش من و تو با چمدون بریم، بشیم از همه دور، من محوه برا رو چمه شومینه کنار آتیشو، با بوی عطر تو قاطی شد، به پوشی پیرن آبی تو. او دلمو هر بار شکوندی، حرفاتو پس نگرفتی، چقدر اون روزا قشنگ بود، چرا عکس نگرفتی؟ یه توضیح میخوام بدم اینجا آقا، عکس نگیرین، عکس نگیرین، یعنی عکس هم میگیرین در نهایت یه روز به یه جایی میرسین که اون عکسایی که دلتون نمیومد هیچ وقت پاک بشه یا هر اتفاقی براش بیفته رو خودتون با دست خودتون پاک میکنین. و این فکر میکنم یکی از تلخترین اتفاقاتی که ممکنه توی یه رابطه بیفته. یعنی فکر کن کسی که دوست داشتی باهاش کلی عکس داشته باشی، کلی خاطرات رو ثبت بکنی، به یه جایی میرسی خودت تک تک اون خاطرات رو سعی میکنی که عکسشون، هر مدرکی ازشون هست، حذف کنی. و این بده. بریم بشنویم. یه سوسماس پخت نشه، انصافا خیلی تاثیرگذار حرف زدم با دل و جون. تو که صد بارو باختی، یه بارم شکوندی آبی تو، دلمو هر بار شکوندی، حرفاتو پس نگرفتی، چقدر اون روزا قشنگ بود، چرا عکس نگرفتیم؟ تو که صد بارو باختی، یه بارم درس نگرفتی، چقدر اون روزا قشنگ بود، چرا عکس نگرفتیم؟ دلمو هر بار شکوندی، حرفاتو پس نگرفتیم. کورسشه این؟ چه کورس به حالی داره؟ گرفتی، چقدر اون روزا قشنگ بود، چرا عکس نگرفتیم؟ تو که صد بارو باختی، یه بارم درس نگرفتی، چقدر اون روزا قشنگ بود، چرا عکس نگرفتیم؟ این خیلی بده که آدم توی داستانی ببازه و درس نگیره ازش. یعنی تو هم باخته رو دادی، هم چیزی بهت اضافه نشده که هیچ، کم هم شده، اون باختره دادی کم شده دیگه. و ایناست که
بده. یه هر بار دلمو شکوندی حرفتو پس نگرفتی، چقدر اون روزای قبل از این دل شکوندن و این داستانا قشنگ بود، چرا عکس نگرفتیم؟ ولی یه نکته هم هستش، این که اکثر اینایی که خیلی عکس میگیرن، خیلی شواف میکنن، خیلی میخوان خودشونشون بدن که ما رابطمون خوبه، ما فلانی، ما بیساریم، اینا از تو متلاشی هن. از نزدیک دیدم ها، اینی که دارم میگم ها، هرچی رابطه تو چشم نباشه به نظر من دوامش بیشتره، قوامش بیشتره. ولی بازم به هیچ کدوم از اینا ربط نداره، به اون دو طرف ربط داره که بتونن همدیگر درک کنن. یعنی به عکس و نشون دادن و شعاف و این چیزا نیست، تهش دو نفر میمونن که اون دو نفر باید با همدیگه اوکی بشن. چقدر دارم حرف میزنم، بریم بشنویم. 1:11 چه باحال بود. میگن چه نفس کشیدن جذابی، یعنی اون بمی صدا، اون خشی صدا تو نفس کشیدن هم تابلوه. میگن چیزای خوب زمان میبره، ولی من میگم بعضی وقتا هم زمان چیزای خوب رو میبره. بذار من از این جمله حق نگذرم. میگن چیزای خوب زمان میبره، اما خیلی از چیزای خوبم زمان میبره. درست گفتم؟ نمیدونم درست گفتم یا نه، اما بذار حالا واسهش پاس کردم یه نکته بگم. کسایی که دوست دارن آهنگای دایان رو به صورت قاب شیشه شفاف داشته باشن، میتونن برن به راوی، آنلاین شاپ راوی پیام بدن، توی دیسکریپشن پیج اینستاگرامشون و شماره سفارش واتساپشون براتون میذارم میفرستم و میتونین آهنگاشون رو، آهنگای دایان، حالا یا میخواین هدیه بدین به جای اینکه آهنگ بفرستین برای کسی، آهنگش رو قاب بگیرین. یه کد QR هم داره که اگر استنش کنین وصل میشه به پلتفرم‌های آنلاین مثل اسپاتیفای یا یوتیوب و از اونجا موزیک براتون پخش میشه. این عکس هم قابلیت شخصی سازی داره، میتونین عکس خودتون یا عکس هر کسی که دوست دارین رو بذارین. بریم یه بار دیگه من این جمله قصاره رو بشنوم، قشنگ بود. میگن چیزای خوب زمان میبره، ولی من میگم بعضی وقتا هم زمان چیزای خوب رو میبره. درست گفتم. زنگ زدم به 130 بار، تکس دادم واسه 100مین بار. زنگ زدم به 130 بار، خیلی وا. یعنی چقدر باید مثلا یه آرتیست زندگیشو بنویسه، رئال بنویسه که اینقدر واقعی باشه. دیدی مثلا یه چیزی رو مخت میره از اون طرف، هی زنگ میزنی سرویسش میکنی با زنگ زدن، و این دقیقا همونو داره، تصویر سازی ها رو زنده است. ایوه زنگ زدم به 130 بار، تکس دادم واسه 100مین بار. موندم شب و بیدار، چرا قهری بام؟ توی قلب تو بودم، منو خط زدی حیف، هی داد میزدم نرو، تو هم نشیدی. دلمو هر بار شکوندی، حرفاتو پس نگرفتی. چقدر اون روزا قشنگ بود، چرا عکس نگرفتیم؟ تو که صد بارو باختی، یه بارم درس نگرفتی. چقدر اون روزا قشنگ بود، چرا عکس نگرفتیم؟ دلمو هر بار شکوندی، حرفاتو پس نگرفتی. چقدر اون روزا قشنگ بود، چرا عکس نگرفتیم؟ تو که صد بارو باختی، یه بارم درس نگرفتی. چقدر اون روزا قشنگ بود، چرا عکس نگرفتیم؟ یه نکته بگم، بذار آهنگ تموم بشه. این آخرش که نخون، تقریبا 35 ثانیه، 40 ثانیه رو نخون، 35 ثانیه. و من همیشه اعتراض دارم به یه این داستانی که آهنگ زیر 3 دقیقه باشه، و الان این ترک 2:47 بود که عملا بخوایم حساب بکنیم 2 دقیقه شو خوند.
ولی این دو دقیقه رو اینقدر پربار خون، اینو واقعا از سر قلبم میگم، یعنی من اینقدر ورساش پر بود، یعنی ورسو صرفا با دو سه تا بیت پر نکرده بود، شاید هم پر کرده بود، ولی من یه چیزیش بیشتر از این حس کردم موقع شنیدنش. یعنی اون دو دقیقه برای من اندازه‌ای فکر می‌کنم 4 5 دقیقه گذشت. همینجوری حساب بکنید، شما ریاکشن‌های قبلی رو ببینید، ویدیوهای قبلی رو ببینید، یا آهنگ مثلا 3 4 دقیقه‌ای هم من ریاکشنش نهایتاً میشه 8 دقیقه 9 دقیقه، ولی الان چیزی که من دارم مثلا رکورد می‌بینم نزدیک 11 دقیقه فقط رکوردش طول کشیده، یه آهنگ 2 دقیقه‌ای. و این کیفیت کار، یعنی به کمیت نیست، به کیفیته. یعنی تو یه آهنگ 2 دقیقه‌ای بده ولی توش اینقدر حرف برای گفتن داشته باش، یعنی آهنگ اینترو داشت، تکرار کورس زیاد داشت، ورس دو تا داشت، دکلمه وسطش داشت، آخرش هم یه اوترو خیلی طولانی نسبتاً داشت، ولی با این حال ما کمکاری رو از خواننده نمی‌بینیم، از شاعر، از تنظیم کننده نمی‌بینیم و دیگه چی می‌خوایم از یه آهنگ؟ همینه، درستش همینه. آقا آهنگ کوتاه هم میدین، اوکی کوتاه باشه مشکلی نیست، ولی حداقل اون کیفیت رو لحاظ بکنیم، یعنی نیاییم سرسری ببندیم 10 بار کورس رو تکرار کنیم. کورس هم تکرار میکنیم آقا اینجوری، نمیدونم دقت کردین یا نه، کورس یه بیت بود ولی بعضی جاها مصرع اولش جابجا میشد. چی میگفت؟ میگفت صد بار دلمو شکستی، حرف تو پس نگرفتی، چقدر اون روزا قشنگ بود، چرا عکس نگرفتیم. این مثلا اولش بود. یه جای دیگه هم چی میگفت؟ بذار بیارم. یه جای این عوض میشد. تو که صد بار رو باختی، چرا درس نگرفتی، چقدر اون روزا قشنگ بود، چرا عکس نگرفتیم، که در اصل میشه دو بیت که مصرع دوم هر بیت یکسان بود. هیچ کاری نه، هیچ کاری نداره که، انصافا خیلی مشخص زمان گذاشته، لیکن اگه هیچ کاری نداره زحمتشو ببینی. دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین، امیدوارم لذت برده باشین. کسایی که از طرف من تا فردا شب جمعه شب قابای راوی رو سفارش بدن، آهنگای دایان، یه هدیه از طرف من براشون ارسال میشه. همین الان پیام بدین و تا دیر نشده سفارشون رو ثبت بکنید. سر نمیدونم کدوم آهنگ بود، من همین گفتم که یه هدیه هم از طرف من ارسال میشه و خیلی ها گذاشته بودم مثلا دقیقه 90 و دقیقه 90 ظرفیتشون تکمیل شده بود، دیگه قاب نداشتن و اون تایم هم تموم شده بود، دیگه سفارشی ثبت نمیشد. و دمتون گرم، خیلی چاکریم. آیدی اینستاگرام راوی و شماره واتساپشون توی دیسکریپشن هست، لینکی هم اگر گذاشت دایان توی یوتیوبش من حتما میذارم توی دیسکریپشن که برین از اونجا هم استریم کنید. امیدوارم که موزیک ویدیو هم داشته باشه، چون تیزرش بهش میخورد که موزیک ویدیو داشته باشه. حالا تو روزهای آینده اگه موزیک ویدیوش هم اومد ریاکشن میدیم. خیلی چک کردیم، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله کنارش لایک کامنت کنید.